بسم الله الرحمن الرحیم. و مثل الذین کفروا که مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علی ان الله غفور رحیم. اون چه که مربوط بحث‌های گذشته است، زمینه مباحث آینده است، این است که انسان هم در امور نظری اهل تحقیق باشد و هم در امور عملی. منتها تحقیق هر چیزی به نسبت همون چیز است. در امور نظری باید به استدلال معتقد باشد، این برهانم یا عقلی یا نقلی. نقل یعنی سخن معصوم سلام الله علیه مثل حد وسط برهان عقلی میتواند جزء قیاس قرار بگیرد. و در مسائل نقلی هم اگر مجتهد به صاحب نظر نبود باید در تقلید محقق باشد. لذا در تعبیرات گوناگون این مضمون آمده است که اگر کسی دینش را از کتاب و سنت بگیرد دینش محفوظ است، و اگر دینش را از دهن افراد بگیرد افراد دیگری او را از دین خارج می کنند. من اخذ دینه من الرجال اخرجه الرجال من الدین. این مضمون به تعبیر در روایات هست که اگر کسی در اصل دین مقلد بود و دینش را از دهن زید و عمرو گرفت، به وسیله قلم بکر و خالد هم از دین خارج می شود. لذا اصل دین را باید به برهان عقلی و وحی آسمانی دریافت کرد و فروع دین را هم به وسیله صاحب نظران. اگر دینش را به وسیله دیگران بگیرد گروهی هم او را از دین خارج می کنند. این که گفته شد انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، و این که گفته شد من اخذ دینه من الکتاب و السنه فقط اخذ دین، و اگر من اخذ دینه من الرجال اخرجه الرجال من الدین، این مضمون که در روایات آمده برای همین هدف است. لذا فرمود به این که مثل کفار که مقلد کورند مثل مثل بهائمیست که از راهنمایی‌های راهی و شبانشون استفاده نمی کنند. منتها چون بهائم سخنان راهی و شبان را نمی فهمند ولی اون صوت و دعای او را می شنوند و با همین علامتها احیاناً از خطر می رهن، این علامت شناسی هم در کفار نیست. لذا فرمود به این که سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون. این سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون به مثابه بلهم ازلیست که در آیات دیگر آمده. پس در این آیه کفار را که حرف انبیا را گوش نمی دهن و نمی فهمن به بهائم تشبیه. منتها بهائم گرچه حرف شبان را نمی فهمن ولی دعا و ندا را می فهمن و با شنیدن صوت شبان بالاخره خود را از خطر می رهانن یا به چراگاه می رسانن. و این فائده برای بهائم هست و چون کفار این فائده را هم ندارن لذا در موارد دیگر فرمود بل هم ازل، در این مورد فرمود به اینکه سمون بقمون اوم، یعنی کفار این مقدار هم شنوا و بینا و گویا نیستن. سمون بقمون اوم جن فهم لا یعقلی. زیرا الان اون چه که کفار به او مبتلا هستن یا خرافات در مسائل نظر هست یا خرافات در مسائل عمل. یه بحث مبسوط عمیقی سیدن استاد رضوان داری دارن به عنوان بحث اخلاقی و اجتماعی. تحقیق و تقلید را مطرح کردن، آراء نظری و عملی را بازگو کردن، کفار امروز هم گرفتار خرافاتن مطرح کردن و مانند.
که مراجعه فرمایید یه بحث عمیقی. در اونجا می‌فرمایند به اینکه کفاری که الان داعیه ترقی علمی دارند و میگوید علم پیشرفت کرده است و با خرافات باید نبرد کرد، خودشون گرفتار خرافات دارند، هم در مسائل نظری و اعتقادی و هم در مسائل عملی. اما در مسائل نظری و اعتقادی مبتلا به خرافات هستند، برای اینکه اینها در مسائل نظری و در علوم تجربی پیشرفتایی کردند، یعنی اونجا که حس خواه حس مسلح خواه غیر مسلح مؤثر است، به نام علوم تجربی ترقیات فراوانی کردند. اما جهان غیب که حس مسلح و غیر مسلح سودی ندارد، این صاحب نظران علوم تجربی و مادی نه توان نفی دارند نه توان اثبات، نه می توان با ابزار علوم تجربی در جهان ماورای طبیعت حکم به نفی داد و نمی توان در باره جهان ماورای طبیعت حکم به اثبات، زیرا امور غیبیه با ابزار علوم حسی و تجربی درک نمی شود، نه نفیان نه اثباتن. این عقل است که در مسائل ماورای طبیعی و امر غیبی صاحب نظر است، می تواند با نفی یا اثبات نظر بدهد. و اما کسانی که با علوم تجربی کار دارن، با آزمایشگاه سر و کار دارن، اونا نمی توانند بگویند ما چون روح را ندیدیم، وحی را ندیدیم، اسمت را، رسالت را، نبوت را، ولایت را ندیدیم و تجربه نکرده ایم، پس وحی و رسالت نیست یا خدا معاذ الله نیست و مانند آن. این که صاحبان علوم تجربی در باره جهان غیب نظر میدن خودش خلاف است. مثل انسانی که بگوید من در تالار تشریح سالها کار کردم، کالبد شکافی کردم، زنده و مرده را تشریح کردم و روح را ندیدم، چون من روح را ندیدم پس روح نیست. برای اینکه من الان 50 سال است در آزمایشگاه کار میکنم، هم زنده ها را تشریح کردم هم مرده ها را کالبد شکافی کردم و تمام اعضای اینا را من شکافتم، چه زنده چه مرده. در تمام این نیم قرنی که من با ابزار آزمایشگاه ها با ابدان زنده و مرده در تماس بودم، روح را ندیدم، عقل را ندیدم، ایمان را ندیدم، تقوا را ندیدم، معلوم میشود اینا وجود ندارن. خب این خرافه است، برای اینکه اون یه امر مادی نیست که در آزمایشگاه ببینید، و اگر یک امر مادی بود که روح نبود و غیب نبود. پس اگر کسی بگوید ما چون با ابزار آزمایشگاه این معانی را نیافتیم لذا اینها وجود ندارن، این حکم خرافی. پس این صاحب نظران علوم تجربی مبتلا به خرافات هم، با اینکه اصل ترقی علمی و از نظر مسائل عملی هم گرفتار تقلید کور هم. میگویند نیاکان ما، سنن گذشته ما، آثار باستانی ما برای ما محترم است. یه وقت انسان یک نقشه را، یک هنر را گرامی میشمارد، برای اینکه یک علم تجربی است. یه وقت یک روشی را گرامی میشمارد، برای اینکه نیاکان این روش را داشتن. خب این خرافه است، برای اینکه اونها که این روش را داشتن یا باید با عقل تطبیق کند یا با وحی. عقل که اون را نمیپذیرد، وحی هم که اون را امضا نمیکند. پس پذیرش یک سنت گذشته که بین غربی ها اگر بیش از شرقی ها رایج نباشد کمتر نیست، یه خرافه بیش نیست. اونها هستن که مبتلا به خرافاتن، اونها هستن که از عقل نظر و عقل عمل محرومن. لذا قرآن کریم درباره این گونه از افرادی که از روش الهی فاصله گرفتن تعبیر به سفاهت میکنن، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. و احیانا میگوین مذهب دوره دوم از ادوار سیر بشری. بشر چون به طب برای هر پدیده یک سبب قائل است، چون خود به خود هیچ پدیده ظهور نمی کند و چون طبق طبعی که دارد برای هر پدیده سببی معتقد است و این سبب پدیده ها را، اسباب خاصه پدیده ها را نمی دانست،
لذا به خرافات نظیر جن و امثال جن معتقد بود. پس اولین دوره‌ای که بشر گذروند برای ارضای اون فطرت سبب خواهی و سبب طلبی دوره و عهد خرافات و قصه و افسانه و اساطیر بود. کم کم در بین این اسطوره پرست ها مردانی پیدا شدند، معاذ الله، از ضعف فکر دیگران سوء استفاده کردند، ادیان و مذاهب را براه انداختند. چه دوره دین و مذهب بعد از دوره خرافه و عهد اسطوره و قصه و افسانه ظهور کرده است. وقتی علم ترقی کرد، انسان‌ها کامل‌تر شدند، دوره بافندگی به جای گیرندگی نشست. یعنی در دوره دوم مدعیان دروغین و ازالک می‌گفتند وحی بر ما نازل می‌شود، ما وحی می‌گیریم. دوره سوم که دوره بافندگی فلاسفه است، فلسفه ظهور کرد و جای دین را گرفت. دوره اول که عهد افسانه و قصه بود، سفری شد، نوبت را به مذهب و دین سپرد. دوره دوم که مذهب و دین بود، سفری شد، نوبت را به دوره سوم که فلسفه و بافندگی بود سپرد و فلسفه جای دین نشست. دوره چهارم که دوره پیشرفت علوم است، دوره کمال نهایی انسان هاست که انسان ها به وسیله پیشرفت علوم سبب هر پدیده را کشف کردن و می روند به سمتی که سبب هر پدیده را کشف بکنند. هرگز پدیده ها را با خرافات توجیه نمی کنند، با دین توجیه نمی کنند، با فلسفه توجیه نمی کنند. این چهارمین عهد ترقی انسان است به نام عهد علم. باید این مرحله را به کمال نهاییش رسیم. این سخن گروه از جامعه شناسان و تاریخ جامعه شناسی و امثال ذلك است که این باختن، در حالی که بسیاری از این ادیان الهی بعد از رشد فلسفه ظهور کرد. دین ابراهیم سلام الله علیه وقتی آمد که فلسفه هند و مصر رواج داشت، آمده است اون حرفهای باطل اونها را ابطال کرد و حرفهای صحیح اونها را تصحیح کرد و چیزهایی که دست عقل به اون نمی رسید اون را فرا راه عقلا و صاحب نظران قرار داد و اون چرا که در حوزه عقل بود اون را شکوفا کرد. چون که خاصیت نبوت آمین است که لیسیر لهم دفائن العقول. و بعدها هم که فلسفه در یونان رشد کرد، دوباره دین مسیح سلام الله علیه آمد، همون کاری را با فلسفه کرد که دین ابراهیم سلام الله علیه با فلسفه هندو مصر کرد. بعد از این که فلسفه یونان به کمال رسید و فلسفه اسکندریه رشد کرد، اسلام آمد و همه اینها را فروغ بخشید، حرفهای باطل اینها را ابطال کرد، حرفهای صحیح اینها را تصحیح کرد. اون چه که مقدور عقل بود فرا راه عقلا گذاشت که لیسیر لهم دفائن العقول. پس این که پنداشتن اول افسانه بود و بعد مذهب بود و بعد فلسفه بود و بعد علم، خود این دید جامعه شناسی خرافه بیش نیست. و ما در مسائل عملی انسان باید به چیزی عمل کند که یا عقل مستقیما اون را به رسمیت بشناسد یا وحی الهی او را تصدیق کند. عقل در بسیاری از امور جزئیه راجل است، زیرا امور جزئیه قابل اقامه برهان نیست. گذشته از این که مجهولات عقل اونقدری است که چندان که خدا غنی است ما محتاجیم. و اگر مجهولات عقل بیشمار است و هزارها اشیاء ناشناخته در عالم هست و هزارها کارهای ناشناخته در عالم هست، نه عقل میتواند درباره اشیاء نظر به حلیت و حرمت بدهد زیرا از خباثت و طهارت اونها بیخبر است، نه درباره کارها میتواند نظر به جواز و حرمت بدهد زیرا از سود و زیان بسیاری از این کارها بی اطلاع است. پس جزئیات را و اعمال فرعی را نمی شود به عقل سپرد. و سنت نیاکان
آثار نژادی و قومی و امثال ذالک هم خرافه بیش نیست، زیرا اگر یک عملی را گروهی چند قرن کردن دلیل بر حقانیت او نیست. اگر چون که در اسلام سخن از سیر مطرح است، سخن از اجماع مطرح است، سخن از شهرت مطرح است، برای اینکه همینا طریقاً برای کشف قول معصوم سلام الله علیه، وگرنه سیر و شهرت و اجماع که مقصود نیستن، اینا راه نه هدف. هیچ کس به سیره بها نمیداد از اون جهت که سیره سنت است، از اون جهت که سیره طریق سنت است، نه سنت راه گشاست که انسان راه را بفهمد. و همه اینا راه هم تا انسان اون ما انزل الله را که حق است تشخیص بدهد. ما انزل الله چون کلام الله است و کلام الله حجت به ذات است، این بلعرض ها وقتی به ذات منتهی شد سوال قطع می شود. هرگز انسان نمی تواند سوال کند که چرا سخن خدا حجت، ولی می تواند سوال کند که چرا سیره حجت است، می تواند سوال کند که چرا اجماع و شهرت حجت است، و حتی می تواند سوال کند که چرا سنت پیغمبر حجت است. جوابش این است که خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوه. وقتی سخن به اینجا رسید دیگر قطع می شود، از این بعد جا برای سوال نیست. پس حتی درباره معصوم سلام الله علیه سوال جا دارد که انسان بپرسد چرا معصومین اسوه مایند. جوابش این است که خدا فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، و چون کلام الله حجت به ذات است، هر بلعرضی باید به ذات منتهی بشود. وقتی سخن به کلام الله رسید قهرن سؤال قطع شد. بنابراین صاحب نظران غربی امروز بیش از عوامان شرقی دیروز امروز گرفتار خرافات هم. لذا قرآن کریم این گونه از افراد را به صفاحت رعبی می کند، و کسانی که کارشون برای عبادت حق و کسب بهشت است عاقل می شمارد. بنابراین این آیه کریمه و مثل الذین کفروا که مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، از اون آیات روشنی که زیربنای دین را تحقیق می داند و هر گونه خرافه را چه در مسائل نظری چه در مسائل عملی محکوم می داند. به این جامعه شناسی دروغین را چه می گفتن مذهب دوره دوم است، فلسفه سوم، علم چهارم، این را ابطال می کند. بلکه بشر را از همون آغاز پیدایشش مذهبی معرفی می کند. می گوید به این که انسان بدون فطرت توحیدی اصلا خلق نشد، منتها شرک امر عارضی، خرافه امر عارضی، نه اینکه توحید امر عارضی باشد. اون چه که در نهان و نهاد هر کسی اعتقاد به خدا شهد این وچه که لدین حنیف هم فطرت الله التي فطر الناس علیها، و خدای سبحان همه انسانها را با این سرمایه آفرید. البته در شکوفایی این سرمایه اگر انسان خود را به انبیا که باغبان راستین این نهال ها هستند نسپارد، دیگران به جای انبیا می نشینند و به جای اینکه این نهال را تزکیه و شکوفا کنن دفن می کنن. لذا به جای قد افلح من زکاها قد خاب من دستاها دامن گیرشون می شود. و چون این کریمه کفار را تشبیه به بهائم کرده بود و در بهیمه یک خصوصیتی هست چه در کفار نیست، برای حفظ حرمت بهائم گاهی می فرماید بل هم عذب، گاهی هم می فرماید سمون بخمون اوم تو هم لا یعقلون، چه حق بهائم هم تزدین شده. خب قبلا این بحث گذاشتی خدای سبحان به همه انسان ها فرمود یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. یعنی این خرافه‌ای که الان در غرب و در شرق هست در اثر دسیسه شیطان است. شیطان وادار می کند که انسان خرافی سخن بگوید، چیزی را که نمی داند او را به عنوان حق تلقی کند و ان تقول علی الله ما لا تعلمون.
در اون آیه اصل اباحه را گوشزد فرمود، اما در این آیه که الان محل بحث قرار میگیرد زمینه است برای بیان اینکه چی حلال است و چی حرام و زمینه است برای پرده برداری از کار بعضی از علمای اهل کتاب که اون چه که در تورات انجیل آمده است اون را بیان نکردن، اون حلال ها را و اون حرام ها را بازگو نکردن، هم جلوی افراط بعضی از زاهدان را میگیرد که حلال های الهی را بر خود تحریم میکنن، هم جلوی تفریط بعضی از احبار و رهبان ها را میگیرد. فمود یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. این امر به اکل همونطوری که در آیه 168 گذشت امر اباحی، عقل فی نفسه حکمی ندارد، همونطوری که گاهی عناوین عارضه باعث وجوب یا استحباب او می شود گاهی هم باعث حرمت یا کراهت او می شود، لذا عقل فی نفسه می شود مباح ولی در اثر عروض عوارض گاهی واجب است گاهی مستحب گاهی حرام است گاهی مکروه. عقل برای حفظ نفس که اگر انسان غذا نخورد میمیرد وجوب عقلی دارد، چون چه که واجب است حفظ نفس است و این هم وجوب عقلی دارد، گاهی هم مستحب است، مثل اینکه انسان اگر ضعیف شد مهمان شد مصداق اجابت دعای مؤمن به آن است که از غذای او بخورد این عقل میشود مندوب. یا امر به عقلی که در باره عضهیه وارد شده است و اون را حمل بر استحباب کردن در اونجا عقل عضهیه مستحب است که فرمود هم این قربانی را اطعام کنید به قانع و معتر و هم خودتون عقل کنید. عده این عقل را حمل بر وجوب کردن که خوردن مقداری از گوشت قربانی واجب است، عده هم حمل بر استحباب. پس عقل فی نفسه مباح است طبق عروض عناوین، گاهی وجوب و استحباب گاهی هم حرمت به کراهت برمی دارد. این که فرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم یعنی اون چه که در دست شما رزق حق است ولی شما از اون لذائذش و از طیباتش استفاده کنید. اون چه که خدای سبحان آفرید رزق است و روزی است، در صورتی که حلال باشد می شود به خدا نسبت داد، چون یکی از اوصاف فعلیه خدای سبحان رزق است، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اما هر که به دست آدم آمد رزق آدم نیست، لذا محرم را نمیشد به خدا نسبت داد. کسی که مال مسروق دارد نمیتواند بگوید این روزی من است و خدا این روزی را به من داده است، زیرا این معصیت را نمیشد به خدا نسبت داد، حرام را نمیشد به خدای سبحان نسبت داد، چون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. گرچه تکوینن هر که در نظام جهان یافت می شود به اذن حق است ولی تشریعن نمی شود این کار را به خدای سبحان اسلام، ولی از نظر خوردن باید طیب و حلال و پاکیزه ها مصرف می شود. کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. شما اگر مدعی عبادت و ایمانید باید شاکر باشید، نحوه شکرم آن است این نعمت را به جا مصرف کنید. صرف نعمت در جای مناسب خود شکر است و اعتقاد به این که ولی نعمت خدای سبحانه شکر قلبی و بعد از صرف نعمت لسانن خدا را شکر کردن هم شکر لسانی، پس شکر هم قلبی هم جوارحی و هم لسانی. و اما این که فرمود این کنتم تعبدون از اون باب نیست که اگر نخواستید عبادت کنید شکر نکنید تا دیگران بگویند معلوم می شود شخص مفهوم ندارد، بلکه به اون معناست اگر شما در عبادت راست گوستید واقعا راست می گویید مؤمن و عابدید خب شکر کنید، اگر این ایمانتون راست است نظیر این کنتون مؤمنین، اگر واقعا در این دعوا راست گویید خب شکر کنید، لازمه عبادت شکر کردن هست. پس این نظیر موارد دیگر نیست که از این جمله ما بخواهیم مفهوم بگیریم، یعنی اگر عابد نیستی شکر لازم نیست و اگر عابدی شکر کنید، این چنین نیست، شکر خدا
بر همه واجب است. وشکرو لله این کنتم ایاهو تعبدون. اونگاه فرمود به این که انما حرم علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله. تکرار اون آیه اکل طیبات برای زمینه تحریم این محرمات است که خدا چرا تحریم کرد و چرا تحلیل. پس اونا که طیبات الهی را بر خود روا نمی دارن افراط می کنن مناسب نیست. و اینها که خبائث را هم روا می دارن اینا تفریط می کنن این هم عبادت به شوق نیست. انما حرم علیکم، یعنی فقط خدای سبحان این امور را حرام کرده است. البته این هست حسب اضافی است و نه حسب حقیقی، چون چیزهای دیگری است که خدای سبحان تحریم کرده است در آیه دیگر بیان شده. انما حرم علیکم المیتت، یعنی از لحاظ اعیان نه از نظر افعال. اون چه فرمود حرمت علیکم امهات و نسائکم و کذا و کذا و کذا، اون مربوط به افعال است در مراسم نکاح. الان سخن از اعیان است که کدام این مصرف کردنش حرام است. اکل محرمات رو بازگو میکنه. میت یعنی مردار. گرچه شرعا چیزی که مزکا نباشد حکم میت دارد و در بعضی احکام فقهی بین میته و غیر مزکا فرق است، ولی در حرمت عدل بینشون فرق نیست. ممکن است احیانا بین میته و غیر مزکا در طهارت و نجاست بعضی فرق بگذارن، ولی از در حرمت عدل فرقی نیست. یعنی میته هم محرم العدل است، غیر مزکا هم محرم العدل. اگر حیوانی به طریق شرع تزکیه نشد گوشت او حرام است. چنین که اگر حیوانی با حد انفش مرد گوشت او حرام است. بین میته و غیر مزکا از نظر حرمت عقل فرقی نیست، ولی از نظر طهارت بعضی فرق گذاشتن. چون میته مستقیما به عنوان یک از اعیان نجسه در روایات آمده است، اما غیر مزکا این چنین نبود یا در دلالت اونها خطی کرده. انما حرم علیکم المیت. وقتی این عین حرام شد همه اجزای او حرام خواهد بود، برخلاف خنزیر. درباره خنزیر یک توجیه جائدی لازم است. اون است که درباره خنزیر نفرمود انما حرم علیکم المیت و دم و الخنزیر، فبود و لحم الخنزیر. اگر شحمش را بخواهیم تحریم کنیم یک دلیل دیگر میخواد، برای این که مثلا قسمت مهم چون لحم بود از این جهت به لحم اشاره کردن، وگرنه شحم او هم حرام است. اما درباره میته که فرمود میته حرام است، یعنی شحم و لحم و امثال ذلك فرق نمی کند. درباره خنزیر است که نیازی به اون توجیه است، وگرنه درباره میته همین که فرمود میته بر شما حرام است، یعنی همه اجزاش بر شما حرام است. و این هم از اعیان محرم است. در جاهلیت احیانا خونخوری بود. گاهی هم که این تاربون ها در بیابون ها تشنه می شدن خون پای شتر را می مچیدن. این خونخوری به عنوان دم مسفوح بود. لذا گاهی قرآن کریم به عنوان حرمت دم یاد می کند، گاهی به عنوان دم مسفوح را یاد می کند، یعنی خون ریخته شده. اگر که اون که زنده از آب بیرون بیاید مسلمان حضور داشته باشد تا از این راه کشف بشود که این ماهی زنده بیرون آمده است، میته نیست. و اگر در حرمت عقل و سخنیست از نظر اضرار است، وگرنه میته نیست. حرمت میته را شامل نمیشه چون مردار نیست. اگر زنده است میته نیست. انما حرم علیکم المیتت و الدم. اگر ماهی مرده باشد دو قسم است، یا غیر مزکا مثل این که در آب بمیرد، یا با وسائل دیگر او از بین ببرد، یا مزکا مثل این که او را از آب سید کنند بیاد بیرون و وقت روحش زهوق کنند. اگر زنده است نه مزکا نه غیر مزکا. نه غیر مزکا عده ملکه است، اون حیوانی که زهق روحو یا با تزکیه است یا با غیر تزکیه.
وگرنه حرمت عقل ندارد از جهتی که میت است. اون هم که فرمود مگر این که مزکا باشد، یعنی حیوانی که روحش رفته است دهال دارد، یا مزکاست یا غیر مزکاست. انما حرم علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله، که می شود غیر مزکا. اگر گوسفندی را لغیر الله سر بریدم، این می شود غیر مزکا. همه این قربانی هایی که قبلا می کردن به نام نامی طاغوت، یا الیوم هم در بعضی از نقاط طاغوت نشین می کنن، این میشه غیر مزکا. هنگام تزکیه گوسفند باید گفت بسم الله، الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، امثال ذلك، که ذکر الله باشد. و اگر لغیر الله شد میشه غیر مزکا. و این غیر مزکا از نظر حرمت مثل میت است. هر بریدن یک گوسفند نظیر پاره کردن نوار سرنگ نیست که قیچی به دست بگیرن بگن به نام نامی زید، که بالاخره اون نوار سرنگ بریده شود. اون یک تعدبی، اونجا هم باید بگوین بسم الله الرحمن الرحیم. و اما اینطور نیست که حالا اون نوار سرنگ که پاره شد بشه نجس، اینطور نیست. ولی اگر گوسفندی را گفتن به نام نامی فرون طاغوت، این به فتوای بسیاری از بزرگان همونطوری که حرام است نجس هم هست، این می شود غیر مزکا، یعنی زهق روحه علی غیر تزکیه. اون که روجریان طبیعی می میرد با حتر عرض میشه میتر، اون که جانش را می گیرن اما به غیر طریق شرع، می شود غیر مزکا. و از غیر مزکا مسئله سید کلب معلم استثناء شده است. میته چیزی استثناء نشد، ولی از غیر مزکا اون استثناء شده است. یعنی اگر کسی در شکار این حیوانهای شکاری را اعزام کند که این حیوان شکاری برود و اون آهو را سید کند و او را از پا در بیاورد و بدرد و او را بکشد، این حیوان مرده است و به وجه تزکیه شرعی که سر بریدن باشد روحش خارج نشد. به وسیله این حیوان شکاری به نام سگ شکاری کلب معلم زهوق روح شد، این حلال است. یعنی اونجایی که سگ دندون زد اونجا نجس بالعرض است، باید شست. و اما خود اون حیوان نه این نجس است نه محرم العقل، کلوم ما هم فکنه. از غیر مزکا اون دست رنج سگ شکاری و باز شکاری و امثال زاله خارج شده است و از میته چیزی خارج نشد. به وسیله آیه فکلوم ما هم سکنه استثناء شده است، وگرنه تذکیه که نیست. بسیار خوب، بس با دلیل خاص تخصیص برده. اینا حکمت هم از بر تعبد است. و اگرم احیانا گفتن به این که ما گوشت میته را یا گوشت خنزیر را که حامل فلون میکروب است با فلون دارو مخلوط کردیم این زیان برطرف میشود، لذا با همین اعتراف خود را قانع کردن، نمیشود گفت حالا ضرر برطرف شد. برای اینکه ده ها مشکلات طبی ممکنه در پیش باشد که هنوز علم کشف نشد. تازه امروز بعد از 14 قرن بعضی از اسرار و حرمت این اعیان محرمه را فهمیدن. ممکن است با ترقیات و علوم دیگر در اعصار قرون آینده به بعضی از مزار رشته پیدا کنند. اینا حکمت است، البته علت نیست. خب انما حرم علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر. دم گذشته از این که اگر که اون چه مربوط با ما لهو نفسون سائل باشد، حکم فقهی در نماز و امثال ذلک دارد، از نظر طهارت حکمش ممکن است با سایر دما فرق کند، ولی از نظر حرمت فرقی نمی کند. خون حرام است. ممکن است خون بعضی از حیوانات خیلی ضعیف و ریز مثل پشه او نجس نباشد که لباس را آلوده کند یا نماز را باطل کند و امثال ذلک، ولی حرمت عقلش محفوظ است.
انما حرم علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر. به این هم که گفته شد دم مسفوح، اون که در بعضی از آیات آمده است مقید این مطلق نیست، اینا هم مطلقینن و هر دو هم عمل میشوند. این چه نیست که اون لسانش لسان حسر باشد که غیر از دم ریخته شده و دم مسفوح بقیه حرام نیست تا مقید اطلاق این دم باشد، بلکه اینا مثبتینن و هر دو حجت هست. به این لحم خنزیر البته شامل شهم و پیهش نمی شود مگر به همون وحدت ملاد و همون به قرینه سیاق که اگر گفته شد لحم خنزیر نه برای آن است که شهمش حرام نیست، خصوصا لحم حرام است، جسر لحم برای این که منفعت غالبه در این بود، وگرنه از آیات استفاده می شود که خنزیر حرام است. و ما اهل بهی لغیر الله، احلال اون رفع صوت است، چون انسان هنگام دیدن هلال صدا را بلند می کند می گوید هازا هلالون، این را می گفتن استهلال باهای حوض. این براعت استهلالی هم که در آغاز کتاب هاست از همین باب است. احلال رفع صوت است، در تلبیه هم احلال می کنند، رفع صوت می کنند. فرمود به این که در هنگام سربریدن گوسفند یا گاو و شتری که محلل الاطلسی نفته اگر نام غیر خدا برده شد می شود غیر مذکا، حکم میت را دارد از ذره حرمت عکس، و اگر خودش میته بود اینو تکرار نمی فرمود. لذا مسئله ما اهل بهی لغیر الله در کنار میته در نوع مباحث مطرح است. و ما اهل بهی لغیر الله، البته اینها اعیان محرمه هم که حرمت اینها در اینجا به عنوان حصر اضافی ذکر شده است، نه حصر مطلق. محرمات دیگر هم هست، هم را حرام کرده است و چیزهای دیگر هم حرام هست. و اصولا حرمت خمر در کنار این در سایر آیات هم ذکر شده است. و چیزی که اساس یک نظام را به هم میزند خدای سبحان اون را تحریم کرده است. چندین مورد را شمردن، گفتن اون چه که اساس دین را به هم میزند ارتداد است اون را تحریم کرد و مائت عقوبت قرار داد. اون چه که نفوس محترمه را از بین میبرد به نام قتل اون را تحریم کرد و برای او عقوبت سنگین به نام قصاص قرار داد. اون چه هم که مال مردم را از بین میبرد به نام سرقت اون را تحریم کرد و برای او حکم سنگین قرار داد. اون چه که نسب را از بین میبرد به نام زنا اون را تحریم کرد و برای او حکم تندی قرار داد. و اون چرا هم که عقل را از بین میبرد به نام خمر اون را تحریم کرد و برای او حکم شاقی قرار داد. که عقل را مثل نسب، مثل مال، مثل دین، مثل نفس محترمه حفظ کرد. این به خواست خدا در ذیل آیه حرمت خمر در کنار حرمت خنزیر و امثال جالج ذکر شد. اونگاه استثناء کرد، فمود فمن سر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علی ان الله غفور رحیم، که انشاءالله این ذیل را مراد کردیم. والحمد لله رب العالمین.